ما بیاییم فای رو، من اینو این طرف می‌نویسم. فای رو تعداد متغیرهای اینی که دارن دو برابرش میکنم. چه ایرادی داره؟ هیچ ایرادی نداره. انگار یا مثلا شما اینجور فکر کنید که مثلا این فضای ده بعدیه، یک دو تا ده، من میام پنج تا اینجا پنج تا اینجا، میتونم این کار بکنم؟ میتونم نه، یه سیستمی دارم که ده تا و ده تا بیست بعدیه، اینجوری در نظر بگیرید، هر کدوم از این رو میتونید در نظر بگیرید. پس من میام اینجا اینا رو در فضای این بعدی هست، انگار مثل اینه که اینجوری بگم، فرض کنید که این سیستم من با توجه به تغییراتی که در جهت این دو بعدی، یادتون هست x1 و x2، گفتیم فای من تغییر میکنه، فای من این کنترلی که رسم کردیم، فای من تغییر میکنه، حالا کنترل یا چیز مهم نیست، تغییر میکنه بسته به x1 و x2، تابعی از x1 و x2 هست. فرض کنید که این فای من تابعی هم از x1 x2 هست، اینجوری بنویسم، و هم دو تا چیز دیگه، مثلا فرض کنید اینا مکان، فرض کنید اون مومنتومش باشه. بنابراین یکی نسبت به x1 فای تغییر میکنه و x2، یکی هم سرعت در، مثلا فرض کنید سرعت در جهت x1 و سرعت x در جهت x2. مثلا ببینید الان مثال ساده بزنم، این آونگ نیست میچرخه، الان اگه شما چیز بکنید این آونگ رو بخوام توصیف بکنم، تا حالا دیدید دیگه، دو تا کمیت دارم بخوام اینو توصیف کنم معادله حرکت شده است. یک کمیتش چیه؟ تتاس. ولی یک کمیت دیگه هم دارم، چیه؟ تتا دوتا، درسته؟ سرعته، درسته؟ یکی سرعت رو باید بدونم در هر لحظه، اگه من الان بخوام ببینم که این آونگ من کجاست، اینجاست، میگه تتاش اینقدره 10 درجه. حالا تتاش 10 درجه هست کافیه برای ما توصیفش؟ نه، باید بگیم سرعتش چیه، با چه سرعتی میره، چون تو تا 10 درجه وقتی که ساکن بذاریم اینجا، وقتی این حرکت میکنه، خب سرعتش مهمه، 10 متر در ثانیه است، 5 متر در ثانیه، پس در این نقطه میگیم چیزش 10، زاویه‌اش 10 درجه است، ولی چی؟ سرعتش هم مثلا 5 متر در ثانیه است. منهای 5 متر در ثانیه باشه چی؟ خب اینوری مون باشه، منهای 5 اینوری میره یا اونوری. پس دو تا کمیت لازمه که من توصیف بکنم، و همین، یکیش زاویه است x، یکیش هم چی؟ سرعتش x دات فرض کنید. بنابراین میتونه در فضای دو بعدی هم اینجور بشه، یه x یه سیستمی داریم، یه x2 ولی یکی هم x1 دات x2 دات، اونا رو میتونیم بذاریم مثلا فرض کنید که p1 و p2، درسته؟ مومنتومشو بذاریم مثلا، نمیتونیم سرعت به m زر کنه میشه. حالا این سیستم من چند بعدیه؟ 4 بعدیه. این فضای من چیه؟ 4 بعدیه، درسته؟ مثلا این فضای ابسترکت دیگه، این صحبت مشخصه، فضای ابسترکت 4 بعدیه. با این چه فرق داره؟ این هر چیه دو برابر میشه دیگه، با همین رو در نظر بگیم، ببینیم اون موقع چی میشه. یه چیز جالبی در میاد. چرا این کارو میکنیم؟ برای اینکه این چیزا رو جا بدیم. پس میام می‌نویسم x1 x2 xn و p1 p2 و pn، درسته؟ این چند تاست؟ جمعاً 2n. پس فضای من الان 2n. همیشه هم زوجه، چون باید هم زوج باشه، مهم نیست این تعدادش فرد باشه، این فرض کن 9 تا باشه، با این 9 تا میشه 18 تا، همینجوری زوج. حالا اینو میخوام با هم مطالعه کنیم و یه چیزی جدیدی رو تعریف بکنم، فعلا از من قبول کنید به عنوان تعریف، بعد ارتباطشون رو با هم خواهیم فهمید. یک گرادیانت خاصی رو تعریف میکنیم، یه خود شبیه این، ولی یه تعریفی داره. من اگه بخوام گرادیانت اینو بنویسم چجوری بنویسم؟ اگه بخوام گرادیانت فای رو بنویسم، میشه یه برداری، درسته؟ که مؤلفه هاش از چی؟ روند فای به روند x1 تا میاد روند فای به روند xn و روند فای به روند p1 و میاد تا روند فای به روند pn، درسته؟ اگه من بخوام بنویسم گریدینتشو، این در جهت e1، e2، e3 هست و همینجوری میاد تا enه و
میتونستم حالا اگر ریاضی با هم کار میکردیم، یعنی کلاس ریاضی بود، این دیگه اسمش رو پی می نمیزنم، این مثلا x1 x2 xn، این مثلا xn به علاوه 1 x2n. خب ولی ما میخوام یه خورده خیلی هم ریاضی نباشه، به همه این به این شکل درست شد. دو n تا از اینا هست، n تا اینجا، n تا اینجا، ولی همیشه نگاه کنید در جهت x1. خب در جهت x1 اگه سیستم من گریدینت باشه، گریدینت سیستم باشه، یعنی اگه بنویسم xi dot مساوی این، درسته؟ x1 دات من میشه چی؟ این x2 دات من میشه این، همینی که اینجا نوشتم. منطقه چی؟ این تای دیگه هم هست. خب اولی رو میبینیم x1 دات، این تا کجاست؟ تا n تا میره. ولی دومی چی؟ دومی دیگه میگه اسمش میشه p1 دات، درسته؟ p1 دات میشه دیگه، که میشه روند 5 به روند p1، چون اسمش xm گفتیم اینجا. این هر چی این هم همون مختصات من اگه x تا xn، بقیه از چیه؟ p تا p1 تا pn. پس اگه این x1 دات، این ماده میشه x1 دات، x2 دات، همینجوری xn دات، اون یکی میشه چی؟ p1 دات، p2 دات تا pn دات. درسته؟ ولی به هر حال من فعلا کانم دارم میگم، اگه این قسمت رو نویسیم مشکله میذارم، فقط این رو تجسم بکنید که چی هست. gradient بخواهیم بنویسیم میشه. خب حالا من میام به جای اون یه چیز جدیدی تعریف کنم. میگم که یه مشتقای تعریف بکنم به این شکلی. می‌نویسم روند فای به روند به جای ایکس یک دات می‌نویسم. ایکس یک دات گریدینت نیست. اگه گریدینت بود باید اینجا چی می‌نوشتم؟ x1. ولی الان اینو می‌نویسم. زوج به اینا میگم کانجوگیت. p1 کانجوگیت اینه، p2 کانجوگیت اینه و pn کانجوگیت اینه. زوجن با هم دیگه. ها؟ بعد به جای x1 کانجوگیتشو می‌نویسم. می‌نویسم چی؟ p1. با حال اینکه اگه گریدینت بود باید چی می‌نوشتم؟ x1 می‌نوشتم. یه دونه اینا رو من پاک بکنم بگم. شروع کنم. به جای x2 دات الان چی می نویسم؟ تعریف میکنم. این تعریف ها از خودم دارم در میارم. میشه بنویسم روند 5. اگه x2 دات gradient سیستم بود چی میشد؟ اینجا میشد روند چی؟ x2. ولی الان می نویسم چی؟ p2. و همین جوری میام میگم xn دات، ولی خیلی با قبلی فرق داره، میشه روند 5. به جای روند xn اگه gradient سیستم بود، الان نه، gradient سیستم نیست، یه سیستم جدیده، اسم میشه چی؟ pn. خب پس با این فرق داره، اینجا x1 x2 xn، اونجا چیه؟ p1 p2 pn. و همینجور ادامه میدم، میام قسمت بعدی. قسمت بعدی p1 دات، چون حالا من اگه x1 دات x2 دات xn دات دارم، چون فضای من دو n بودیه، اینا هم به هر حال متغیرهای من، هیچ فرقی بین p1 x1 که نیست، p ها و x ها با هم فرق، اسمشون عوض کردم من. خب پس اینم چند تا باید معادله داشته باشم؟ اگه بناست اینجا n تا معادله داشته، دو تا n بود چی؟ دو n تا باید معادله داشته باشم. خب من دو n دارم، پس یکی هم میشه p1 دات، مساوی میشه چی؟ روند 5. اگه gradient بود میشه چی؟ روند p1. درسته؟ p1 دات میشه روند p1. ولی حالا میارم برعکسش میکنم. خب یه انگار مثلا من یه شروع بازی در میارم اینجا. داتای اینو نسبت به این می‌نویسم، داتای نسبت به این. و حالا اینکه در گریدینت سیستم داتای اینو به خودش می‌نویسم، داتای این به خودش، داتای این به خودش، داتای این به خودش، درسته؟ الان مال اینو نسبت به این می‌نویسم، مال اینو نسبت به این. خب میشه روند چی؟ x1 به جای p1. خب p2 دات مساوی میشه با روند 5، به جای به روند p2 می‌نویسم چی؟ x2. و همینجوری میرم تا برسم به چی؟ pn dot. درسته؟ که مساوی میشه با روند 5 به روند xn. درست شد؟ یه سیستم جدیدیه، خیلی متفاوت از این فعلا gradient سیستمه. یه کاری هم میکنم، یه قسمت دومو که من مینویسم
این خیلی مهمه، این نکته ای که میگم خیلی مهمه، چون مهمه با قرمز می‌نویسم. اینا همش منفی می‌زنن. تعریف ها. این منفی اونقدر مهمه که فعلا نمیتونم بگم چرا، ولی به زودی خواهید دید. پس اونا همش منفی هست. قسمت دوم. پس وقتی من اکس یک داتو بنویسم میگم روند فای به روند پی یک. این دو دات میشه روند فای به روند پی دو. اینجوری. وقتی که میرسم به پی یک دات میشم روند فای به بر میگردم. اکس یک به خاطر این منفی نوشتم. پی دو بر میگردم. به اکس دو اینجوری تجسم بکنید تو ذهن. اون دلیلش نیست. ولی تجسم بکنید که کجا کدومش منفی بنویسید. اگه چنین چیزی باشه اون موقع من میتونم x i dot از بالایی رو من پاک کنم، من به درم نمی کنم. حالا من میام x i dot که بشه اونا به جاش می نویسم یه بردار دیگه الان، درسته؟ الان یه برداری شد مثل اینی که این طرف نوشته بودن که مساوی با این چی؟ کامپوننت هاست. اکس آی داتو می نویسم به عنوان با اون تعریف برای فایی که دو ان بودیه اکس یک اکس دو اکس ان پی یک پی دو پی ان. برای این فای چون مشتق دیگه، مشتق اگه مشتق گرفتن اینا رو با گریدینت نشون دادم، اینم با گریدینت نشون میدم، ولی اگه با گریدینت نشون بدم یه خورده قاطی میشه، اون نمیشه، این میشه. یک جی هم اینجا میذارم فعلا، نپرسید جی چیه فعلا، اسم دیگه. خب برای اینکه با این متفاوت بشه، با گریدینت متفاوت بشه، اسم اینو میذاریم جی گریدینت. خب هیچ ایراد نداره که با این متفاوت بشه. چرا؟ چون الان هر کی به این نگاه بکنه میدونه که این بردار مساوی اینه. نگاه کنید این بردار مساوی بده روند فای به روند ایکس یک و بیا تا روند فای به روند ایکس یک. هر کی به این نگاه کنه میگه کامپوننت های این بردار چیه؟ معادلات حرکت ما هست ایکس یک مساوی این، ایکس دو دات یا ایکس یک دات، ایکس دو دات مساوی اون یکی و همینجوری. ولی الان اینجا چی شد؟ اینجا بردار من یه خورده طولانیه هست روند فای به جای روند ایکس یک چیه؟ روند پی یک. بعد همینجوری میاد روند فای به روند چی؟ پی ان. بعد بلافاصله روند فای به روند ایکس یک با علامت منفی و همینجوری میاد روند فای به روند ایکس ان با علامت منفی و اون منفی ها رو من بازم قرمز میذارم که تاکید کنم. خب حالا اینو شما با این مقایسه بکنید. حالا فرض کنید اصلا خود اینم دو n بودیه. درسته؟ اگه اینم دو تا n بود از xn میرفت تا x2n. این دو تا n اینم دو تا n. منتها نصف اینو بر اساس x ها تعریف کردیم، نصف اینو بر اساس s گذاشتیم. در اصل p ها. درسته؟ خب این کجاش با این مساویه؟ حالا فرضاً اینم دو n باشه. اصلا بیاید یه کار کنیم. اینم اسم اینو بذارم دو n. خب این میشه دو n. اینم هی ادامه میده تا آخرش میشه دو این. درسته؟ حالا تعداد اینا با تعداد اینا مساوی. این گریدینت سیستمه. اینو بهش میگیم جی گریدینت سیستم. خب به همین سادگی. خب طبعا این سوال به شما مطرح میشه که خب چه مرضیه ببخشید که این کارو بکنم. خب این یه مفهوم دیگه ای داره، طبعا یه دلیل دیگه داره. اینو گفتم در مکانیک کم اتفاق میفته، ولی این در مکانیک فاضل که بالاتر. الان یه مثال میزنم ببینید که چجوری اتفاق میفته. پس این تعریفشو تا اینجا من هر کار کردم تعریف. این هم قصه گفتم که بتونم این تعریفو جا بندازم. اینو یارو من پاک کنم. دیگه شما میدونید. اونا لازم دارم فعلا اینجا باشه. اینو بگیم گریدینت سیستم. بنویسم زیرش. توجهی چی هست؟ بالایی رو میگم جی گریدینت سیستم، ولی جی گریدینت رو از خودم درآوردم. بهش میگم سیمپلکتیک.
خب الان یه دقیقه ذهنم پرید، این سیمپلکتیک با وای هست یا با آی هست؟ فکر کنم با وای باید کردم باقیم با وای فرها. حالا از من اسمش اون اسمش مشهوره دیگه، دلیلش هم اینه که گفتم الان تو ذهنم رو این سیمپل با آی مثل سیمپل ساده، ولی به اون حق ساده نیست، حداقل ساده نیست. متوجه که ساده اینه این که ساده اینه. حالا خب پس دیگریدینت میشه چی؟ سیمپلکتیک سیستم. این سیمپلکتیک سیستم این نو گریدینت، این گریدینت در کجاست؟ دیدیم کجاست در هندسه معمولی خودمون. این برای خودش یه هندسه خاصی داره، خیلی زیباست، خیلی خاصه. و اصلا اینا رو من امروز روشمون رو تغییر دادیم که کجکی اومدیم، برعکس اومدیم، خاطر اینکه این هندسه رو جا بیاد. چون گاهن هست که ما میاییم در کلاس تدریس میشه فرمالیسم همیلتونی، از اون ساده میایم میرسیم به اینجا که میرسیم دیگه دانشجو نمیکشه آیا به چه درد بخوره، آی وای وای چقدر ریاضیشو داره. ولی اگه از اول من بیام اون میخرو بزنیم که اینو را یاد بگیم، بقیه چیز خیلی ساده خواهد. خاطر این دفعه چی استثناء قائل شده. خیلی خب حالا به چه درد بخوره برای بذار بریم چی به فیزیک نیوتونی. یادتون باشه در فرمالیسم لاگرانژی سیمپلکتیک سیستم هم از خودم در آوردم، سیمپلکتیک سیستم واقعا نیست. اون جی گریدینت رو بهش میگن سیمپلکتیک گریدینت، اینو حداقل درست میگن. اسم اینو میذارن چی؟ جی گریدینت رو میذارن چی؟ سیمپلکتیک گریدینت. ولی اسم کل این سیستم یه چیز دیگه هست، بعدن من سیستم رو پاک کنم این میشم سیمپلکتیک گریدینت. نمیخوام بلافاصله اسمشو از دهنم بپرونم. از زحمت بکشید گوش بکنید بعدا. ولی این گریدینت سیستم. حالا بیاییم بریم سراغ چیز. به زودی توضیح خواهم داد که جی چیه، ولی فعلا چرا جی گذاشتم اونجا به زودی با هم صحبت کنیم. ولی بذار یه مثال چیز بزنم، فیزیک نیوتونی، فرمالیسم نیوتونی. دیدید که خود لاگرانژ هم وقتی میومد سیستم رو در فرمالیسم خودش تعریف میخواست بکنه، میگفت هر سیستمی برای خودش چیه؟ یه لاگرانژیان باید داشته باشه. اون لاگرانژیان رو میومدیم با روش های مختلف که صحبت کردیم به دست میآوردیم، مثل معیارهایی که دارم. خیلی ساده نیست، مشکله، ولی معیارهایی داریم که چی میتونیم کمک کنه و اون لاگرانژیان رو بنویسیم در خیلی از موارد کاربورت ها. ولی خب از کجا میاد اون لاگرانژیانی که می‌نویسیم مثلا درسته؟ لاگرانژ میگفت چی؟ میگفت اگه بیا معادله حرکتی که لاگرانژیان می‌نویسیم برای یه سیستم که تابع است از چی؟ حالا در جنرالایز کوردینیت کیو دات و ت، درسته؟ بعد میاریم اینو توی رابطه لاگرانژ اویلر می‌ذاریم. روند کیو دات مساوی صفر و با این میره معادله حرکت رو به دست میاریم. اگه معادله حرکتی که به دست میاریم با توجه به این لاگرانژیانی که تعریف کردیم همونی باشه که در تئوری نیوتن هست، موقع اون لاگرانژیانی که تعریف کردیم درسته. و به این طریق هست که برای سیستم های کنسرواتیو که یادتون هست، یعنی سیستمی که یک کمیت فیزیکی چی داره؟ کنسروود داره. قانون مقابه ایسه بیرد. در سیستم های کنسرواتیوی که نیوتونیه چیه؟ کمیت کنسرواتیوه انرژیه. انرژی من در زمان تغییر نمی کنه، انرژی کلا من درسته؟ فقط از شکلی به شکلی تبدیل میشه، تغییر نمی کنه. در ایشون نشون میده که در کمیت های در سیستم های کنسرواتیو مثل سیستم هایی که در دوره نیوتن هست، اینو همیشه میشه چی؟ انرژی جنبشی من های انرژی پتانسیل، درسته؟ ولی از کجا معلوم درسته؟ یادتون هست گفتیم چی؟ یهو میریم می‌ذاریم توی این حل می‌کنیم. اگه همون ماده حرکت رو برای آونگ مثلا داد که تئوری نیوتن میده، موقع آورده هم همون کار اینجا می‌کنیم. حالا می‌ریم یه سیستم کنسرواتیو اما فیزیک نیوتن، تئوری نیوتن رو مطالعه می‌کنیم، ببینیم که مثلا اینا پاک کنم دیگه جا نگیره مثلا من و شما.
یه ذره رو در نظر بگیریم که جرم M داره و در یک پتانسیل V هست و فرض کنید که ما در سه بعد داریم مطالعه میکنیم اول. خب پس ذره ای هست جرمش M در یک پتانسیل چی؟ V هست. خب پتانسیل V هست یعنی چی؟ یعنی تابع پتانسیل من هست، تابع از X و Y و Z، سه بعدی دیگه کارتزیان داریم مطالعه، که من می‌نویسم X1 و X2 و X3 که بشه همون X و Y و Z تابع پتانسیل من. پس این تابع پتانسیل در این فضای سه بعدی هست، یه ذره ای هم با جرم M میاد. خب مومنتومش چطور تعریف میکنیم؟ می‌نویسیم M V، درسته؟ این V دیگه این V نیست، این تابع پتانسیل. می‌نویسیم مثلا اینجوری بنویسیم سرعت V. خب برابر با چیه؟ سه تا مؤلفه داره، یه دونه MVX داره، یه دونه MVY داره، یه دونه MVZ داره، درسته؟ که این میشه PX که اسمشو بذارم P1، این میشه P2، این هم میشه چی؟ P3، این هم بنویسم چی؟ V1، V2، V3، درسته؟ دیگه مشخص X و Z من. ما سه تا چی؟ برای این ذره چون سه بعدی فضای من سه تا مومنتوم دارم، یکی MV1 در جهت X، یکی MV2 Y و در جهت X. به جایی میتونم الان بنویسم چی؟ بنویسم P1 مساوی میشه با یا طرف اینو به یه دونه M تقسیم کنم، V1 اون طرف بذارم. ببین من دلیل دارم با این بشتر خود V1 من میشه چی؟ P1 تقسیم به به جای V1 هم بنویسم روند X1 به روند چی؟ T، درسته؟ مساوی میشه با P1 تقسیم بر چی؟ M. به جای روند X1 به روند T هم خودمون راحت میکنیم این مدلی می‌نویسیم. می‌نویسیم X1 دات، درسته؟ قبول دارید؟ چیزی X1 دات. به همین ترتیب میشه X2 دات مساوی میشه چی؟ P2 تقسیم بر M و X3 دات مساوی میشه با P3 تقسیم بر M. این یک، درسته؟ بذاریم اینجا بمونه. ولی نیروها چی؟ الان چون میدان پتانسیل دارم اینجا در سیستم کنسرواتیو، پتانسیل اختلاف چیز گریدینت پتانسیل واسه من چی؟ نیرو میده. ها که چون در سیستم های کنسرواتیو نیروها چی؟ کنسرواتیو. من یه دونه Fx دارم که برابر میشه با چی؟ منهای dv به dx، درسته؟ یه دونه Fy دارم میشه dv به dy. چون این V تابعی از سه تا متغیره، این پتانسیل ها روند V برون با این علامت چی؟ منفی. حالا اگه اجازه بدید من خوشم میاد این علامت منفی رو دوباره چی بنویسم؟ قرمز بنویسم. حالا متوجه میشید که علامت منفی چرا قرمز بنویسم؟ به این ربط داره. ها؟ و Fy من میشه چی؟ روند V به روند Y با علامت چی؟ منفی. من اونم دوباره قرمز بنویسم برای اینکه تاکید بکنم صحبت ها. و Fz من میشه چی؟ دوباره روند V به روند Z. یادمون هم باشه که اینجا V من یک کمیت چیه؟ سکالر هست. ها؟ و چیه؟ تابعی است از X1 X2 X3 همه اینا X1 X2 X3 و X1 در فضای چیه؟ سه بعدی. خب Fx یعنی چی؟ به جاش می نویسم دوباره F1 F2 F3 F1 F2 F3 این میشه X1 این میشه X2 این هم میشه چی؟ X3 چون چی؟ اینو بر اساس X1 X2 X3 میشه. گریدینت سیستم با اون قبلی نگاه بکنید، این گریدینت سیستم، درسته؟ F3 هست X3 X2 X1 در جهت 1 2 3، درسته؟ ولی F چی؟ F در میدونیم F مساوی هست همیشه چی با P دا، یعنی D به DT P منظور من، درسته؟ چرا؟ چون میشه D به DT MV. ها MV M میاد بیرون میشه D به DT V، این میشه چی؟ شتاب.
آذر در شتاب میشه نیروی. پس به جای F1 میذارم چی؟ P1 داد. P2 داد. P3 داد. درسته؟ ما این رو هم پاک میکنم. F1 میفیش هم پاک. پس P1 داد من شد این. P2 داد من شد این. این هم بذارم که با این فاصله باشه کاتی نشه. P3 داد من شد این با علامت چی؟ منفی. خب این تا اینجا. بعد در سیستم کنسرواتیو چه چیزی کنسروه؟ انرژی. انرژی من چیه؟ مجموع دو تا انرژی پتانسیل و جنبشی. خب من بیارم اینو نمیجه پاک بکنم. اینو پاک بکنم. فهمیدیم چی میگم. درسته؟ من حالا انرژی رو می‌نویسم. انرژی من برابر با چی میشه؟ در سیستم کنسرواتیو. انرژی جنبشی به علاوه انرژی پتانسیل. انرژی جنبشی من هست یک دوم ام و دو. درسته؟ یک دوم ام و دو. ولی و من یه بردار در جهت در فضای سه بعدی. پس سه تا مؤلفه داره در جهت x1, x2, x3. پس این میشه m و x به توان دو. یا بنویسم و یک به توان دو با توجه به چیزایی که اینجا هم نوشتم. به علاوه و دو به توان دو از یه فیثاغورس دیگه سه به توان دو. این میشه انرژی جنبشیش. به علاوه انرژی پتانسیل. انرژی پتانسیلش هم که گفتیم هست x1 و x2 و x3. تابعی ها مهم نیست شکل تابعی چی اصلا مهم نیست. درسته؟ من میتونم اینجوری بنویسم. به جای و یک یک دوم ام و یک به توان دو می نویسم چی؟ P1 به توان دو تقسیم بر دو ام. یعنی می دونیم دیگه. خب این دیگه یکش اینجا بنویسم. یک دوم ام و یک به توان دو. به یه دونه ام ضرب می کنم به یه دونه ام تقسیم می کنم. ام دو ضرب در و یک می تونم بنویسم ام و یک به توان دو. ام و یک برابر با چیه؟ P هست. P1 هست. پس به جای یک دوم ام و یک دو می نویسم چی؟ P1 تقسیم بر دو. پس یه دونه ام میارم یه زیر میذارم. این میشه P1 دو. به همین ترتیب این میشه P2 دو. این ها دیگه کلی با هم قبلا کار کردیم. P3 دو. درسته؟ این میشه شکل انرژی چی؟ جنبش انرژی من. انرژی من تابعی از چی هست؟ اونم درست هر بنویسم. انرژی من تابعی است از P ها و x ها. درسته؟ هم تابعی از P1 هم P2 هم P3 هم x1 هم x2 x3. خب مثل اون اون ور بیستم چون اینجا جا ندارم. اینو فعلا من بنویسم E. اینو بیارم اینجا بنویسم که میخوام بدونید دارم چیکار. پس تابع E هست. x1 هست. x2 هست. x3 هست. و P1 هست. P2 هست. و P3 هست. درسته؟ تابعی است از x1 x2 x3 و P1 P2 P3. درسته؟ و این چیه؟ یک کمیت سکالره. با این مقایسه بکنیم. این من فقط اینجا چیه؟ سه هست. از x1 تا x3 رفته، از p1 تا p3 رفته. الان دیگه متوجه میشی چی داستان. و فای مگه چیه؟ یک تابع چیه؟ تابع؟ این باید نباید باید باید باشه. فای تابع چیه؟ یک تابع سکالره. این سکالره. درسته؟ حالا بیاید یه کار بکنیم. توی این روابطی که اینجا هست، این دوتا رابطه که اینجا هست، به جای پی ها من حذف میکنم. به جای این طرف راست معادله من بر حسب این مینویسم. مشتق اون مینویسم. مشتق این تابه. چرا؟ انگار شبیه گریدینتش بخواهم نام بنویسم. میتونم بنویسم. چرا؟ چون اگه از این من مشتق بگیرم نسبت به چیز، خب بیارم اینجا بنویسم. از این روند ای پاک خواهم کرد. جا نداریم. از این من مشتق میگیرم نسبت به x1. ببخشید من دارم اینو بنویسم. نسبت به p1. اگه نسبت به p1 مشتق بگیرم این جمله من صفر چون تابعی از p1 که نیست. فقط اینجا هست که تابعی از p1 دارم. این که نیست. اینم نیست. ف
فقط هست چی؟ یک دوم پی یک به توان دو. اگه نسبت به پی یک مشتق بگیرم چی؟ دو میاد ضریب میشه، میشه دو تا پی یک تقسیم بر دو ام، دو با دو میره میشه پی یک تقسیم بر ام. درسته؟ پس روند ای میشه روند پی یک به روند ببخشید روند پی یک میشه ببخشید میشه پی یک تقسیم بر ام. درسته؟ یه بار دیگه میگم از ای نسبت به پی یک مشتق میگم، از ای نسبت به پی یک مشتق میگم، این چه صفر تابعی از پی یک نیست، این تابعی از پی یک نیست، تابعی از پی یک نیست، فقط این هست که یه دونه ضریب یک دو امون داره. از پی یک به توان دو مشتق بگیم نسبت به پی یک میشه دو تا پی یک، با این دو میره میشه پی یک تقسیم بر ام میشه. پس به جای این پی یک تقسیم بر ام میلیسم چی؟ روند ای به روند پی یک. قبول داری؟ نه، روند ای به روند پی یک. به همین ترتیب به جای پی دو هم مینویسم چی؟ روند ای به روند پی دو. دیگه میتونید خودتون بنویسید. و به همین ترتیب به جای پی سه هم مینویسم چی؟ روند ای به روند پی سه. درسته؟ اینم که تا اینجا قبول داریم. حالا اینجا هم دوباره منفیش کاری ندارم، ولی این نگاه بکنید، میام به جای ای مینویسم، به جای اگه بنویسم روند ای به روند اکس یک، خب اینو اگه من بیارم نسبت به اکس یک مشتق بگیرم، روند ای به روند اکس یک اینا که صفر تابعی از اکس یک نیست، فقط و هست که تابعی از اکس، حالا به هر شکل مهم نیست. درسته؟ پس به جای روند ای به روند اکس یک میتونم بنویسم روند وی به روند اکس یک. درسته؟ مساوی میشه با روند وی به روند اکس یک. درسته؟ قبول دارید؟ مشخصه دیگه، این تابعی از اکس یک نیست، فقط اینه که تابعی از اکس. بنابراین به جای روند وی به روند اکس یک مینویسم روند ای به روند اکس یک. درسته؟ پس من تنها کاری که میکنم اینو تبدیل میکنم اون موقع چی؟ و به همین ترتیب خواهید دید که همین کار بکنید به نسبت به x2 مشتق بگیرید، خواهد بود روند ای به روند x2، این هم خواهد بود روند ای به روند x. درسته؟ با علامت های منفی هم سر جای خودش تغییری نداره. این هم میشه چی؟ این داره. بیایید با اینجا مقایسه بکنیم. فرض کنید که من فقط تا سه تا دارم، این میشه x1 داد، x2 داد، این میشه x3 داد، این میشه p1 داد، p2 داد، این هم میشه چی؟ p3 داد، این میشه x3، این هم میشه چی؟ p3، p1، p2، این هم میشه p3. یکی یه سری اینجا، یه سری اینجا، این هم پاک میکنم اینجا، فقط به ما خدمت کردن که مطلب رو درک بکنید. خوبه؟ حالا باید کیف بکنید. اولی دقیقا اونه، منطقه فقط اسم تابع به جای فای گذاشتم ای، فرق نمی کنم، باید فای که اسمی که از آسمون که نیومد، اسم گذاشتیم، گفتیم باید چی باشه؟ یک کمیت، یک تابع اسکالر باشه. فای کمیت اسکالره در فضای سه بعدی دیگه، فای ایکس یک اینه، ای کمیت تابع اسکالره در فضای چی؟ حالا فقط تنها فضایی که هست اینه که چی؟ سه تا سه، دو تا سه بعدی یا شش بعدی. درسته؟ حالا نگاه کنید، ایکس یک داد مساوی روند ای به روند پی یک، ایکس دو داد روند ای به روند پی یک، ایکس سه داد دقیقا این. حالا اینا رو بیاید نگاه کنید، پی یک داد با منفی روند ای به روند ایکس. پس این منفی از کجا بیاد که اینجا من هی میذاشتم؟ از برای سیستم های کنسرواتیوی که نیرو همیشه مساوی با چی؟ منهای چی؟ روند به روند. خیلی خوب، پی دو داد اونم، پی سه داد، خوشتون اومد. پس داریم یه چیزی میدیم، اینا چی رو توصیف میکردن؟ اینا اینو توصیف میکنن، یه جی گریدینت رو توصیف میکنن. پس عوض این که من بنویسم x1 داد، x2 داد، x3 داد، p1 داد، p2 داد، p3 داد، به جای اینا این هم x1 داده، خب هم p1 داده، یا آی من تغییر میکنه، اینجا آی من تغییر میکنه و اینو مینویسم از یک تا
چی؟ حالا دو n تغییر میکنه، چون از یک تا nش x دات خواهم نوشت، از n به علاوه یک تا n، دو تا n هم با p یک دات باید نوشتم، درسته؟ از i تغییر میکنه تا دو تا n در حقیقت، از یک تا دو n تغییر میکنه، درسته؟ که نصف اولش رو اسمش x i دات بنویسم، نصف دومش رو چون اینا رو اسمش عوض کردم p i دات میشه. حالا بیاید یه کار یه چیزی جالب من اینو پاک میکنه. من میگم که برای ذره ای که در یک فضای سه‌بعدی با پتانسیل سه‌بعدی هست، سیستم کنسرواتیو، خب یعنی چی؟ یعنی نه استهلاک انرژی داریم، نه زایش انرژی داریم، نه اصطکاک داریم، نه استهلاک داریم. خب بهش میگیم چی؟ هم میگیم دیگه کنسرواتیو. در چنین سیستمی معادلات حرکت من تبدیل میشه به این معادله. x یک دات مساوی میشه با j gradient e. درسته؟ که تابعی است از x یک، x دو، x سه، p یک، p دو، p سه. خب؟ بعد پس میدونی شد دو تا معادله میشه. خب؟ چون یکیش هست x i، خب یکیش هم هست چی؟ پی آی. از این رو پاک کنم اف شده میگه نتیجه که هم هست پی آی دات مساوی میشه با جی گریدینت ای دوباره همینه، درسته؟ منتها اینجا آی هست یک تا سه، اینجا هم آی هست چی؟ یک تا سه، چون دو سری معادله میشه. خب مهم نیست، همش هم مشتقای اول هم دیگه، ولی جمعا 6 تا معادله است. خب اگه من به صورت دو n هم می نوشتم که بشه مثلا 6 تا سی کو ای من کو، کجا نوشتم من ای رو؟ ای رو پاک کردم. اینها دیگه 6 تا عضو داره دیگه. خب ولی اینجا بر اساس چی تعریف کردم؟ سیمپلکتیک گریدینت. نتیجه فرمالیسم نیوتونی در سیستم های کنسرواتیو خیلی مهمه، با سیمپلکتیک گریدینت توصیف میشه، درسته؟ نه با گریدینت، با سیمپلکتیک گریدینت. حالا این سیمپلکتیک گریدینت برای خودش یه فضای خاصی رو از نظر هندسی تعریف میکنه که اون میگیم چی؟ سیمپلکتیک جیومتری. خب حالا خیلی جالب بشه، تا حالا اصلا برای من شما مهم بود تا این در تا قبل از این جلسه که اصلا سیمپلکتیک جیومتری چیه؟ الان یه چیز جالبی به دست آوردیم، اونم اینه که اون چیزایی که ما دنبالش هستیم برای سیستم های کنسرواتیو، اونا رو بخواییم ما مطالعه کنیم، به جای گریدینت، گریدینت سیستم ما چی داریم؟ جی گریدینت سیستم داریم. اسم اینو میگن چی؟ همیلتونیان سیستم. پس این همیلتونیان فرمالیزمی که گفتیم، همیلتونیان سیستم الان چی تعریف کنیم؟ پس این بهش میشه چی؟ همیلتون. وقتی بگیم یه چیزی همیلتونیان سیستمه، یعنی به جای گریدینت سیستم چیه؟ جی گریدینت سیستم یا سیمپلکتیک گریدینت سیستم، همیلتونیان سیستم. خب پس این شد چی؟ همیلتونیان. حالا چه ربطی به همیلتونیان داره؟ الان میگم ما اسمش فعلا میگیم همیلتونیان سیستم و سیستمز، این نوع سیستم های که اینا سیستم هایی هستن خیلی مهمه، این منفی ها کنسرواتیو هستن، خب نیروهای کنسرواتیو اونجا نقش بازی میکنن، همیلتونیان سیستمز. پس همیلتونیان سیستمی که من الان اینجا تعریف کردم، مثل فیزیک، مثل تئوری نیوتن برای چیزا، برای کنسرواتیو سیستم ها، فقط به درد سیستم های کنسرواتیو میخوره. خیلی. بنابراین اگه در سیستم شما استهلاک دارید، اصطکاک دارید، از این فرمالیسم نمیشه استفاده. خب چرا در تئوری کوانتوم اینقدر مهمه؟ برای اینکه در تئوری کوانتوم ما چی دیدید دیگه؟ نه استهلاک داریم، نه چیز داریم. ذرات کوانتومی ارتباطی که با هم دارن، اصطکاک و استهلاک و اینجا دیسیپیشن و فریکشن و اینا چی؟ نداریم. خب پس بهترین ابزار هست برای مطالعه چی؟
مکانیک کوانتومی. درست شد؟ ولی این تازه نصف داستان. نصف این جلو خیلی شیرین‌تره. فعلا فرمالیسم ریاضی شد در این باش باشون میشه. پس همیلتونیان سیستم برابر با چیه؟ سیمپلکتیک گریدینت سیستم هست. سیمپلکتیک گریدینت سیستم هست. به جای این که توابعی که داریم به جای اینکه اف یک اف دو تا اف ان داشته باشیم که اینجوری توصیف بکنیم، یعنی بر اساس چی؟ جی گریدینتش توصیف میکنیم. خب پس اون چیزا رو متوجه شده چی؟ این روابطی که اینجا نوشتم که در سه بوده، در این بود هم هیچ فرق نمیکنه، بهش میگن معادلات همیلتون، همیلتون اکویژنز. اینا معادلاتیه که ایشون به دست آورد. دقیقاً از اینا استفاده میکنیم. اینا چی هم؟ معادلات حرکت رو به ما میدن دیگه. اینا معادلات حرکت رو به ما میدن. معادله چیه؟ دقیقاً معادله رابطه اویلر لاگرانژ. پس این دقیقاً این معادله چیست؟ دقیقاً معادله چیه؟ معادله لاگرانژ اویلر. لاگرانژ اویلر که در فرمالیسم چی؟ لاگرانژیان استفاده میکنیم. اونجا لاگرانژیان رو می‌نوشتیم، می‌ذاشتیم توی این رابطه معادلات حرکت رو می‌داد. اینجا چی؟ اینجا همیلتونیان رو خواهیم نوشت یا ای رو خواهیم نوشت. خب و چی؟ حل خواهیم کرد که معادلات حرکت رو می‌داد. بنابراین این فایی که اینجا هست در معادلات چیز اسمش رو خواهیم گذاشت ای. ولی به جای ای، چون شما می‌دونید این کلک فعلا من می‌زنم، ولی باید ثابت بکنم. فعلا از من قبول بکنید. ای یعنی چی؟ انرژی کل سیستم دیگه. دیگه این همه کلاس با هم دیگه داشتیم، شما میدونید که اون همیلتونیان. خب پس این همیلتونیان در حقیقت فایی که من صحبت میکنم. خب یه چیزی جالبی شما همیلان اینجا میبینید، ولی بریم جلوتر عمیق‌تر خواهید دید. پس این هم که اینجا هست چیه؟ به جای این تابع چیز خاصی که جی گریدینت روش عمل میکنه چیه؟ تابع همیلتونیان هم که این الان شد دیگه همیلتونیان سیستم کامل. یه چیز مهمی که الان اینجا میبینید میگه که تغییرات سیستم من در جهت x1 دیگه سیستم من تغییراتش توسط چی کنترل میشه؟ همیلتونیان. در جهت x2 همیلتونیان، x3 همیلتونیان. پس اتفاقاتی که برای سیستم من میفته، مسیری که میره، تراجکتوری اسمشو گفتیم در فیز اسپیس، الان میخوام راجع بهش صحبت بکنم، چه چیزی تراجکتوری رو کنترل میکنه؟ همیلتونیان. به چه شکلی کنترل میکنه؟ جی گریدینت. نه گریدینت، جی گریدینت. که اینو قبلا که در تئوری آشوب داشتیم و تا یه جایی رفتیم، بقیه‌شو من ول کردم. ها خیلی شو دوست با این آشنا بشیم، با این کلاس آشنا بشیم که بتونیم بعد چی؟ تئوری آشوب و کلاس همون ادامه بدیم. حالا اونجا ما همینو گفتیم، گفتیم تراجکتوری هایی که در فیز اسپیس داره سیستم ما چی دیکته میکنه؟ همیلتونیان. الان خب در چیزم، در کلاس کوانتوم هم، تئوری کوانتوم هم، مکانیک کوانتوم دیدی، اونجا هم همینا رو به دست آورد. گفتیم اونجا همیلتونیانه که تایم اِوولوشن کن. تایم اِوولوشن یعنی چی؟ یعنی در زمان چطور پیش میره دیگه؟ در زمان چطور پیش میره یعنی چی؟ یعنی متغیرهای من x1 و x2 چی من در زمان چطور تغییر میکنن؟ تایم اِوولوشن سیستم من میشه دیگه. چی دیکته میکنه؟ همیلتونیان. خب حالا اینو خیلی قشنگ دیده میشه که همیلتونیان دیکته میکنه. منتها به خودی خود نه. همیلتونیان دیکته میکنه اگر از همیلتونیان من چی؟ چه گریدینت همیلتونیان بنویسم. نه خود حتی گریدینت. من بگنم خیلی زیباست، خیلی زیباست تا اینجا، خیلی خیلی زیباست. امیدوارم که به این زیبایی که هست شایستش باشه تونسته باشم مطلب به شما. این که گفتم نصف روز وقت صرف کردم که بگم چجوری بگم، الان شما لطف کنید نصف روز وقت بذارید اینو بگم. از این بعد دیگه ساده است، الان خواهید دید اینجا رو ساده میشه. کارهای جعبه خواهد، ولی مفهوم اینه. یه قسمتی از مفهوم هنوز مونده که مفهوم هندسی سیمپلکتیک چیه؟ خب سیمپلکتیک گریدینت مفهومش چیه؟ گریدینت رو میدونیم الان چیه؟ درسته قبلا اول جلسه من تعریف کردم.
گفتم اگه این فای ثابتی باشه، گریدینت در هر نقطه به این یه برداری به این همون. این اگه فای باشه، این هست چی؟ گریدینت فای. حالا میخوام بریم مفهوم هندسی ببینیم که جی گریدینت فای چیه. مثلا این فای هست، جی گریدینت چیه. اگه من این رو بدونم چیه، اون موقع این مفاهیمی که اینجا هست، بگیم جی گریدینت اچ، خب به جای فای شما بنویسید چی؟ اچ، انرژی دیگه. سیستم ها در تمام این مسیری که سیستم من طی کرده همیلتونیانش ثابت، انرژی ثابته دیگه، قانون بقای انرژی کنستانت اف موشن ها که اصلا قبل صحبت کردیم. پس در طول این مسیر که در زمان طی شده همیلتونیان من ثابته. اگه ثابته این میشه دلتا گریدینت همیلتونیان. حالا من میخوام ببینم که جی گریدینت همیلتونیان چی میشه. خیلی زیباست الان ادامه این صحبت. اینو بدید من جا دیگه ندارم، اینو پاک بکنم و شروع کنم به راجع به جی گریدینت صحبت کردن، مفهومم درک بکنیم، بعد بریم سراغ قسمت‌های بعدی صحبت کنیم. حالا چیز قشنگی دارم، فقط من اینو پاک برم واسه اینکه دیگه شما وقتون صرف پاک کردن نشه. من این قسمت فیبو خواهم خواست از دوستو قطع بکنم، وقتی پاک شد دوباره به همدیگه چی خدمت شما هستیم.